با عرض سلام و ادب، فروغ کاسین هستم. این برنامه برای وجدانهای بیدار تهیه شده است. آتش به اختیارهای یقه چرکی. سعید امامی یا سعید اسلامی یکی از معاونین وزارت بدنام اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان بر این نهاد حکومتی که نامش با قصدهای زنجیره‌ای بر زبان افتاد، در یک سخنرانی در دانشگاه ابوعلی سینای همدان در سال 1375 گفت حرکت و تحرک نظامی بشه. تحرک نظامی نهایت خطکشی قرمز امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی هر تحرک نظامی رو تشکیلات امنیت جمهوری اسلامی با آخرین قدرت ترتیب خواهد کرد و تعارف هم نداره. تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی وظیفه برخورد با نیروی برانداز رو داره. وزارت بدنام اطلاعات بر همین اساس اصلی ترین وظیفه خود را مقابله با جنبش های مخالف نظام که برای آنها خطر براندازی در پی دارد برمی شمارد. اکبر خوشکوشک، معاون برون مرزی سعید امامی، یکی از مظنونین اصلی قتل فریدون فرخزاد، در همین ارتباط در کلاب هاوس می گوید در رأس نهادهای امنیتی یک مجتهد هست. از سیستم اطلاعاتی ما بالاخره رأس سیستم اطلاعاتی یک قریب به اشتاد یک مجتهد رو میذارم بالا که تمام مسائل شرعیات رو بالاخره به اون سیستمش گوشزد کنه و اگه میتونه یه آدم عادی بذارن. الان شومی در تمام وزرای اطلاعاتی که ما عوض کردیم تا این ساعت همشون قریب به اشتاد مجتهد هستن، اجتهاد دارن و رو مسئله شرعیات بیشتر کارهای اطلاعاتی میگذره. کسی خلاف کار شرع نمی کنه. همین فرد متذکر می شود ما نسبت به دستورات مافوق خود در وزارت اطلاعات ماموریم و معذور. اکبر خوشکوشک همچنین می گوید حفظ نظام واجب است. پس هر کسی که به هر دلیلی اقداماتش برای نظام تهدید محسوب شود، فتوای قتلش از سوی مرجع و مجتهدی که اقدام به صدور فتوای قتل کرده صادر می شود. به این ترتیب هیچ مأمور اطلاعاتی بدون حکم شرعی اقدام به دفع خطر علیه نظام و از بین بردن مخالفان نمی کند. بر اساس آنچه در اینجا گفته شد، می رویم سراغ تهدیدهایی در یک فایل صوتی از سوی فرشید محجوبی، رفیق شفیق رضا تابنده که علیه فعالان حقوق بشر صورت گرفت. من دوره رنجری دیدم به خدا، بعد بخبت گفتم خبرهای قشنگی در راه در حال شنا کردن و اینا هستید. بعد حالا انشاءالله یه موقع زیرابی میری میای رو آب، زیرابی میری میای رو آب، ما هم شنا میکنیم. وی در یک فایل صوتی سه بار با موضوع قتل، صدور فتوای قتل و خفگی در استخر خانگی اشاره می کند و می گوید فتواتون صادر شده، فتواتون رو داریم. دلم می خواد تو استخری که شنا می کردید عکستون دست من افتاده، بیام تو استخر. اگه نکردم این کار فقط فتواتو دادم، متوجه این اون حقوقی که تو خوندی که اصلا فتوا اصلا صاف فتوا نیستی که بخوای فتوا بدی. میریم با تلویزیون های مخالف رژیم و مخالف دولت و مخالف درویشیت مصاحبه میکنی. کسی باید فتوا بده که صاف فتوا باشه؟ اصلا به شما این حرفا نمیرسه. ببین منو عباس محمدی برای همیچ و ما دوتا فقط نقشمون، نه خودمون، نه حرکتمون. برای درک بهتر مطلب لازم است بدانیم یقه چرکی های نظیر فرشید محجوبی، عباس محمدی و هوتن مداوی که صراحتاً فعالان حقوق بشری را تهدید به قتل می کنند و یا لایکیست های آنان نظیر آریا سیروس، منصور امیریان و سایرین از این گروه از کجا دستور می گیرند؟ حضرت آقا ازن نارضیه تو رو که تیکه تیکه هم میخوانم زیرت بیارم. این بازی یا با خونه اون با تموم بشه یا ماما. ببین من دارم بهت میگم این تو آمیری از اون تو آمیری ها نیست. یه بار دیگه گوه زیادی بخوری دمتون،
تو فرانسه نقشه تو نمیدازم. حضرت آقا ازن نارازیه. در این ارتباط توجه شما مخاطبان عزیز را به آخرین عکس العمل رسمی از اعضای همین گروه یعنی آریا سیروس جلب می‌کنیم که در پی شدت بخشیدن به حملات و هجمه‌های خود علیه اعضای کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده با انتشار بیانیه‌ای گفت: ما سرسپرده آقای سید علیرضا جذبی هستیم و فرمان ایشان مطاع. آریا سیروس که اصولاً نقش سردستگی یقه چرکی ها را بازی می کند. مخوتن مداوی که پیشتر خود را یقه چرکی معرفی کرده بود به بازنشر این بیانیه پرداخته با بیان آنکه عملکرد یقه چرکی ها در فضای مجازی هیچ ارتباطی به رضا تابنده ندارد. در جای دیگر از همین بیانیه میگوید نگارندگان این تذکار مستقل از آقا رضا تابنده اقدام به تهیه این تذکار نمودند و پیش از این نیز مستقل از ایشان عمل کردند. پس در این صورت باید بپذیریم که یقه چرکی ها برای ایجاد چنین فضایی در صفحات مجازی و افتراها، هتاکی ها، تهمت زنی ها و تهدید به قتل ها از آقای سید علیرضا جذبی دستور می گیرند، چون خود را سرسپرده وی و امرش را مطاع می شمارند. اظهارات آقای سید علیرضا جذبی اما عکس این فرضیه را به اثبات می شمارد. آقای سید علیرضا جذبی در یک گفتگوی تلفنی به مخاطب خود می گوید هر کس بر اساس دستوری که به وی داده شده است باید عمل کند. هر چنان گفتم درست فرمان رو بخونی، هر دستوری داده داری طبقه اون عمل بشه. فرمان رو درست بخونین ببینین چی چیه. نه یه چیزی به من نوشتن منم طبقه اون دستور عمل. نه ربطی نداره به هم. دو تا فرمان واسه دو نفر نوشته شده. من اونی که به خودم نوشته کار دارم. چیز دیگه هم نوشتن که ما دوتا نمیدونیم اونم باز خودش عمل کن. حتی اگر به کسی دیگه هم نوشتن اونم باز خودش عمل کنه. ربطی به کار من نداره. من به من یه دستوری فرمودن، یه فرمان نوشتن، من طبق اون فرمان عمل میکنم. به جنابالی هم نوشتن، شما طبق اون باز عمل کنیم. پس یقه چرکی های آتش به اختیار از کجا دستور میگیرند؟ اگر مبنا را بر اصول فقر و درویشی بگذاریم، باز هم رفتار این گروه قابل توجیه نیست. چرا که در مکتب فقر و درویشی هیچ دستوری برای ترور شخصیت و ترور فیزیکی داده نشده است. اما یقه چرکی های آتش به اختیار در توجیه عملکرد خودسرانه خود با مفروضات قید شده در همین گفتار می گویند بر اساس غیرت فقری، مبادرت به هتاکی، بهتان زدن، ترور شخصیت و تهدید به ترور فیزیکی می کنند. بی ادبی به قول شما حالا من کردم. چه کردم؟ حضرت آقا ازن نارازیه. تو رو چه تیکه تیکه میخوام زیرت بیارم. دانشمند مغزم و مکرم جناب آقای دکتر رضای تابنده که ایشون باعث فخر سلسله نعمت الله گل‌آبادی هستن. این بازی یا با خونه ما تموم بشه یا ما ببین من دارم بهت میگم این تو امیری از اون تو امیری نیست. یه بار دیگه گل زیادی بخوردم ازتون. تو فرانسه نقشه تو نمیندازم. حضرت آقا ازن نارازیه. چیز که نه تجدید که نکردی دیگه چی میگی الان؟ بنده یک آدمی هستم بر اساس غیرت فقری خودم با هر بنی بشری که کوچکترین جسارتی میکنه در میفتم. آنها در تعریف غیرت فقری عملکرد خود را به این شکل توجیه میکنند که هر کس مثل آنها فکر نمیکند مستحق ترور شخصیت است و اگر اقداماتی چون تحقیر، اهانت، هتاکی و افترا جوابگو نباشد تهدید به ترور فیزیکی میکنند. دانشمند مغزم و مکرم جناب آقای دکتر رضای تابنده که ایشون
باعث فخر سلسله نعمت الله گل‌آبادی هستن. این بازی یا با خونه اون با تموم بشه یا ماما. ببین من دارم بهت میگم این تو آمری از اون تو آمری ها نیست. یه بار دیگه گل زیادی بخورد نعمتون تو فرانسه نشه تو نمیندازم. حضرت آقا از هم ناراضیه. شما چیز که نه تجدید که نکردی دیگه چی میگی الان؟ از این رو اظهارات این گروه از یقه چرکی های آتش به اختیار در فرقه حکومتی درویشی بسیار به عمل کرده ماموران وزارت بدنام اطلاعات شباهت دارد. دلم میخواد تو استخری که شنا میکردید عکستون دست من افتاده بیام تو استخر. اگه نکردم این کاره فقط فتفاتو دادم. متوجه. تهدید دکتر سید مصطفی آزمایش و جمعی از فعالان رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و شبکه جهانی دور تیوی به مسله کردن در اسید سوزاندن و یا خفه کردن در استخر خانگی حافظه تاریخی مردم ایران را به یاد عاملان قتل‌های زنجیره‌ای می‌اندازد. همان کسانی که در قتل دو تن از اقطاب متأخر سلسله گل‌آبادی نقش مستقیم داشتند. امیدوار بودم که لااقل اگر پین زاوله مستنن پیرتر می شدم فقرا هم بیشتر توجه کنم فقرا اون چش گفتند و شنیدند درش دقت کنند به عکس این مکه من ضعف بدنی پیدا کردم فقرا متاسفانه این داشتیم موریانه های فقری دارد بساز و بنیاد بردشی رو آلوده میکنم. دکتر نور علی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه در چندین سخنرانی نسبت به خطر نفوذ موریانه های فقری در میان دراویش هشدار داده بود. هشدارهایی که از سوی جمع کثیری از پیروان ایشان هرگز جدی گرفته نشد. امروزه می‌بینیم جامعه دراویش ایران گرفتار نفوذ اشخاصی شدند که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا درویشی را به یک مکتب ضد ارزش‌های انسانی مبدل کنند و از همان شیوه‌های استفاده می‌کنند که در تمامی این سال‌ها توسط نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی در حذف مخالفان به کار گرفته شده است. رضا تابنده در یک فایل صوتی میگوید چند یه غیرت هایی دارم که پاش وای میستم من نمیذارم چهار تا یه لاغبا به خاطر یه سری کارهایی که کردن یه زمانی حالا بیان خودشون رو صاحب فقر و درویشی بدونن و درویشی رو با حزب مجاهدین خلق اشتباه با چنین توصیفاتی چه کسانی مکتب فقر و درویشی را به سیاست آلوده کردند که هر کس با آنها نباشد را با برچسب های سیاسی از میدان مبارزه با ظلم و دادخواهی به در می کنند. آقای رضا تابنده که عمرش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است چرا نسبت به فعالیت های گروه های مخالف نظام اینگونه با تعصب موضع‌گیری می کند؟ آیا به غیر از این است که بپذیریم این قبیل مشابهت‌های عقیدتی رضا تابنده با مهره‌های نظیر سعید امامی و دیگر مسئولان نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی بیش از آن که برگرفته از آموزه‌های مکتب فقر و درویشی باشد برگرفته از تفکر شیعه حکومتی است؟ شاید از همین روست که رضا تابنده در همکاری تنگاتنگ با مراکز
اسلامی و وابستگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور فعالیت می کند و از سوی آنها حمایت می شود. از این رو فرضیه آنکه یقه چرکی های آتش به اختیار اقدامات خود را مستقل از تصمیمات رضا تابنده معرفی کرده اند، با توجه به اظهارات صریح رضا تابنده در ضدیتش با نیروهای مخالف نظام را می توان کاملا در امتداد همان تفکری قلمداد کرد که بر این گروه از یقه چرکی های آتش به اختیار حاکم است و مشابهت های بسیاری با تفکرات گردانندگان سیستم های اطلاعاتی امنیتی نظام حاکم بر ایران دارد که در ابتدای همین برنامه به آنها اشاره شد. این سلسله برنامه ها ادامه دارد. با من همراه باشید.